در این شماره از بسته اخبار بین المللی ایسنا خبرهایی از تازه ترین تحولات درباره احیای برجام، تلفات حادثه خروج قطار از ریل در تایوان، حمله دوباره به ساختمان کنگره آمریکا، توافق سه کشور برای ادامه فشار بر کره شمالی و دو خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 14 فروردین شمار مبتلایان و قربانیان کووید 19 در جهان به ترتیب 131 میلیون نفر و 2 میلیون 855 هزار نفر نزدیک شد. تا کنون بیش از 105.5 میلیون نفر از کرونا بهبود یافتند. در حال حاضر شمار مبتلایان کرونا در برزیل به مرز 13 میلیون نفر نزدیک شده و میانگین قربانیان این کشور در 3 روز اخیر حدود 3500 نفر گزارش شده است. هند نیز با شناسایی حدود 89 هزار مبتلای جدید در روز جمعه بیشترین تعداد مبتلایان روزانه خود در 6 ماه اخیر را ثبت کرد. در سوی دیگر جهان فرانسه شاهد شناسایی بیشترین مبتلایان خود در 5 ماه اخیر است. همچنین با انتشار آمار مبتلایان جدید ترکیه در روز جمعه بالاترین میزان مبتلایان این کشور از ابتدای همه‌گیری به ثبت رسید. پاکستان و عراق هم در روزهای اخیر با افزایش شدید مبتلایان روبرو شدند. تازه ترین تحولات درباره احیای برجام. برخی رسانه‌های خارجی از توافق ایران و آمریکا بر سر مذاکره غیر مستقیم با حضور اعضای توافق هسته‌ای برای بازگشت به برجام خبر دادند. در پایان نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام، کشورهای اروپایی عضو توافق هسته‌ای به همراه چین و روسیه از توافق برای پیگیری گفتگوهای خود طی هفته آینده در وین خبر دادند. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم گفته این کشور در جهت شناسایی موانع بازگشت خود به توافق هسته‌ای با کشورهای اروپایی، چین و روسیه وارد مذاکرات خواهد شد. آمریکا حضورش در مذاکرات هفته آینده وین را تایید کرده است. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین نیز ضمن منظم خواندن گفتگوها در کمیسیون مشترک برجام گفته به نظر می‌رسد در مسیر درستی قرار داریم، اما راه پیش رو آسان نیست و نیازمند تلاش‌های فشرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم از بازگشت احتمالی آمریکا به برجام استقبال کرده و خواستار لغو تمام تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اما موافقت با هر گونه لغو گام به گام تحریم‌ها از سوی دولت جدید آمریکا را رد کرده است. ده‌ها کشته و زخمی در حادثه خروج قطار از ریل در تایوان. شمار جانباختگان حادثه خارج شدن یک قطار سری و سیر در تایوان با حدود 500 مسافر تا بعد از ظهر شنبه به دست کم 50 نفر افزایش پیدا کرد. این قطار روز جمعه هنگامی که در حال گذر از یک تونل بود با کامیونی که روی ریل قرار داشت برخورد کرد و از مسیر خارج شد. این حادثه دست کم 146 مصدوم نیز بر جای گذاشته است. حمله دوباره به ساختمان کنگره آمریکا. پس از یورش راننده یک خودرو به سوی ماموران حاضر در محفظه یک ساختمان کنگره آمریکا، این ساختمان موقتاً بسته شد. در این حادثه فرد مهاجم با چاقو به دو مامور پلیس آسیب زد و پس از آن به ضرب گلوله ماموران کشته شد. پس از انتقال ماموران زخمی به بیمارستان یکی از آنها جان سپرد. ساختمان کنگره آمریکا ششم ژانویه نیز با یورش هواداران دونالد ترامپ مورد حمله قرار گرفته بود که در جریان آن 5 نفر کشته شدند. آخرین تحولات سیاسی در میانمار. با وجود دستگیری، سرکوب و محدودیت شدید دسترسی به اینترنت در میانمار، معترضان ضد کودتا همچنان بر ادامه تظاهرات علیه ارتش این کشور تاکید دارند. رهبران معترضان نیز مردم را به دور جدید تظاهرات علیه کودتای 1 فوریه ارتش فراخواندند. کودتایی که با سرنگونی دولت آنگ سان سوچی همراه بود. شورای امنیت سازمان ملل نیز به اتفاق آرا اما با لحنی نچندان تند خشونت نظامیان میانمار علیه معترضان را محکوم کرد. از سوی دیگر وکیل مدافع آنگ سان سوچی، رئیس برکنار شده ی دولت میانمار، از اتهامات جدید علیه موکلش خبر داده است. اتهاماتی که میتواند تا 14 سال زندان برای او در پی داشته باشد. به گفته یه سازمان کمک به زندانیان سیاسی میانمار، از زمان کودتا در این کشور 536 نفر کشته شدند. توافق آمریکا، ژاپن و کره جنوبی برای ادامه فشار بر کره شمالی.
مقامات ارشد امنیتی آمریکا، ژاپن و کره جنوبی روز جمعه در جریان مذاکرات امنیتی بر ادامه فشارها بر کره شمالی جهت متوقف کردن برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک این کشور به توافق رسیدند. در این مذاکرات جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، به همراه همتایان خود از ژاپن و کره جنوبی بار دیگر بر تعهد این کشورها برای آری کردن کره شمالی از سلاح هسته‌ای از طریق همکاری سه جانبه تاکید کردند. این مذاکرات پس از انجام آزمایش موشکی توسط کره شمالی در هفته گذشته در ایالات متحده برگزار شد.